ها یه قسمتی از هزینه ها بابت استهلاک های متداول میره. پس بچه ها هر وقت خواستید خالص خالص خروجی هر چیزی رو ببینید، باید اول ناخالصش رو منهای استهلاک بکنید تا خالص به دست بیاد. ناخالص منهای استهلاک خالص. از الان تا آخر جلسه اول این فرمول ما داریم، ناخالص منهای استهلاک میشه خالص. حالا این رو متوجه شدید؟ ما یک اصطلاح دیگه به نام تولید سرانه داریم. همین الان یهو تصمیم گرفتم کلاً این تولید سرانه رو حذف بکنم، نه اینکه تو سوال نباشه. اتفاقا یه عالمه تو سوال ما سرانه داریم، اما به خاطر اینکه میخوام گنگ نشین و من میخوام مسائل رو کلاً با کمک سرانه ها بدون کمک سرانه ها حل بکنم، فعلا کاری به سرانه ها ما اصلا نداریم. پس تنها فرمولی که الان به خاطر بسپارید، ناخالص منهای استهلاک مساوی با خالص. خب این فرمول به خاطر لطفا بسپارید. بسیار خوب، بریم سراغ اولین سوال. خب ساده ترین سوال مربوط به مبحث ناخالص و خالص. خبر خوب اینه که کنکور سراسریه، سوال مربوط به کنکور سراسری هست. خبر بد اینه که اصلا کلن دیگه از این تیپ سوال تو کنکور نمیاد، یه چند سالی هست کلن از این تیپ نمیاد. خب یه سوال بیش میاد، اگه نمیاد چرا داری میگی؟ بچه ها ما الان در حال دستگرمی هستیم، ما میخواییم با یه سری از سوالهایی که در ادامهش به سوالهای جوندارتر میرسیم، یه سری داریم بازیهای تدارکاتی با کمک این سوالها انجام میدیم. با کمک این سوالها ما اول یاد میگیریم چطور این گونه مسئله رو حل میکنیم، بعد میریم سراغ سوالهای جوندارش. امروز یه خبر خوبم به شما بدم که امروز ما دو تا گل احتمالا میزنیم. حالا چجوری گل خواهیم زد خدمتتون عرض خواهم کرد. بریم سراغ سوال اول. بچه ها اول با تیپ این سوال آشنا بشین. کنکور سراسری سال 87 داخل کشور هست. میگه در کشوری در مدت یک سال، من فقط قبل از اینکه شروع کنم، چون خب عموما ما سر کلاس ها رو در رو با بچه ها صحبت میکنیم، چشم تو چشم هست، متوجه میشیم کی حواسش هست کی حواسش نیست. یه خواهشی میکنم تو این یک ساعت و نیمی که من در خدمتتون هستم، شاید خود بیشترم بشه، من خواهش میکنم که شیش دنگ حواس تو فقط به من بده. نوشیدنیت رو بذار کنار، موبایلت رو بذار کنار، با خانواده صحبت نکن، سریال های تلویزیون رو فعلا برش کن، فقط تمام حواست رو به حل این مسائل بده. اگر برای سوال پیش بیاد پاسخ میدم، اما اگه بگی از اول توضیح بده یه خود دلخور میشم دستت. پس لطف میکنید با دقت به این سوال نگاه میکنید. میگه در کشوری در مدت یک سال کالاهای زیر تولید شده است. این کالاها تولید شده است. با توجه به ارزش کالاهای مذکور و سایر داده ها، تولید خالص داخلی نمیدونم چشه ولی اشکال نداره بذار شاید حالا بهش مهم نیست. من نوشتم که می‌نویسه اینم که فکر کنم آها خیلی خوب عالیه، دستتون درد نکنه. خب بچه‌ها تو این سوال از ما دو چیز رو خواسته، یکی خالص داخلی رو خواسته، یکی هم ناخالص داخلی. بچه‌ها این گونه سوال‌ها، چون توی این سوال هم خالص رو خواسته هم ناخالص رو و هر دو رو داخلی خواسته، هیچ کاری با کلمات داخلیش نداشته باشین. ما تو این سوال قرار هست الف خالص ب ناخالص رو محاسبه کنیم. خب یه جدول خیلی ساده بچه شروع میکنیم به محاسبه کردنش، اما به چه صورت خدمتون عرض خواهم کرد. خب بچه دقت کنیم لطفا. تو این سوال میگه کالاها و خدمات میشه ناخالص. تو این سوال از ما ناخالص و خالص رو خواسته. بچه دقت کنید، من یه بار یه فرمولش رو می‌نویسم، ناخالص منهای استهلاک میشه خالص. خب بچه ما گفتیم برای محاسبه ناخالص
جمع کالاها و چی؟ و خدمات. خب تو جدول نگاه میکنیم ببینیم کالاها و خدمات کدوم ها هستن. ماشینالات کالاست، پوشاک کالاست، مواد غذایی کالاست، خدمات هم که به ما گفته. پس بچه ها ما الان میخواییم ماشینالات، پوشاک، مواد غذایی و خدمات رو با هم جمع کنیم که ما چی رو بده؟ به ما ناخالص.